سلام، من نیما هستم و اینجا نیمانیا تیوی، کانالی که به سرگرمی با فاصله و همچنین به روایت اخبار روز و وقایع میپردازه. توی این ویدیو میخوام درباره یک سریالی خبری رو بدم که سریال به زودی زود قراره بیاد شروع بشه و امیدوارند خیلی از ناظران که تبدیل بشه به یک سریال پربیننده، سریالی که توی پلتفرم های اختصاصی آنلاین قراره منتشر بشه و فعلا میدونیم که حق پخشش رو فیلیمو خریده، اما ممکنه نماوا پخش کنه، ممکنه نکنه و خبرهایی درباره حضور بعضی پلتفرم های دیگه هم تو بازار داره میاد که به وقتش وقتی خبر قطعی بشه در خدمتتون هستم و خبر رو بهتون میگم. فقط خواهش می‌کنم قبل از هر چیزی کانال رو سابسکرایب کنید، تیک زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی هم برای شما ارسال بشه و کانال تلگرامی هم که اخبار کوتاه کوتاه و روزمره توش میاد و اطلاعاتی که شاید نشه باشون ویدئوی مفصلی ساخت توی تلگرام میاد که لینکش این پایین توی دیسکریپشن هست. اما سریال میخوام زنده بمانم، سریالیه که جدیدترین پروژه سریال سازی در سینمای خانگی به شمار میره و کارگردان اون شهرام شاه حسینی خواهد بود. تهیه کنندش محمد شایست است و با سرمایه گذاری خود یکی از پلتفرم ها که ظاهرا فیلیموه پخش میشه. یک ملودرام عاشقان است که در دهه 60 و فضای اون قرار روایت بشه و از لحاظ پروداکشن و لوکیشن ظاهرا یک فضایی فراهم شده که با مثلا شهرزاد، قورباغه یا آقازاده که سریال های پر بیننده پر هزینه ای بودن میخواد رقابت کنه. این سریال هم قرار عظیم‌ترین سریال نمایش خانگی به شمار بره. وقتی شهرزاد پخش شد گفتن عظیم‌ترین، وقتی آقازاده اومد گفتیم عظیم‌ترین و پرخزینه‌ترین، بعد حالا قورباغه مشخص شده واقعا پرخزینه‌ترینه و حالا این هم پرخزینه‌تر از قبلیه. یکی از دلایلش البته اینه که تورم وقتی زیاده خب همیشه فیلم‌های پربیننده مثلا سینما بلیت های گرونتری براش فروخته میشد هر چقدر زمان میگذشت و در نهایت خب درآمد بیشتری داشت و اینا هی رکورد میزدن. اما بخشیش به این علته که تعداد بلیت ها رو نمیشمردن، پر بیننده ترین نداشتیم، ما فقط پر درآمد ترین داشتیم. حالا هم هزینه های سریال سازی به نوعی داره افزایش پیدا میکنه و طبیعیه که هزینه های این سریال ها روز به روز بیشتر میشه. محمد شایسته و شهرام شاه حسینی قبل از این فیلم خانه دختر رو با هم ساخته بودن. شاه حسینی که ورودش به سینما با فیلم سینمایی کلاغ پر بود، بعد از ساخت چند فیلم از جمله زنها فرشتند، خانه دختر به سریال سازی برای تلویزیون روی آورد. سریال پرستاران 8.5 دقیقه از سریال های شاخص اون به شمار میره. محمد شایسته تهیه کننده ماجرا هم که سال گذشته در واقع فیلم های سینمایی زیادی رو تهیه کرده و فیلم های مثل طلا از پرویز شهبازی، نگار فیلمی که خیلی سر صدا کرد، مال رامبد جوان تهیه کننده اینها همون تهیه کننده است محمد شایسته که حالا قراره میخواهم زنده بمانمی رو تهیه کنه که ایرج قادری سریالی فیلم سینمایی به همین نام در دهه های پیش ساخته بود. حالا باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من توی کانال تلگرامی حتما به محض اینکه انتشارش جدی بشه و عکس های یا تیزر فیلم بیاد، سریال یا لینک های دانلود قانونیش بیاد، من حتما منتشر میکنم. ازتون خواهش میکنم که کانال تلگرامی رو حتما سابسکرایب کنید تا در جریان این مسائل باشید و بعد با اومدنش هم که توی یوتیوب ما قسمت به قسمت مثل سریال های دیگه جلو میریم. سریال های فعلی قورباغه دوشنبه هاست، چهارشنبه ها ملکه گدایان، جمعه ها خوب بد جلف و سیاوشه که هر کدوم توی تایم در واقع صفحه اول کانال که برید میتونید اونجا توی پلیلیست های مختلف پیگیریش کنید. مرسی که هستید و مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.